سلام پیلاتلی عزیز، این ویدیو اولین قسمت از یه سری ویدیویی که می‌خوایم تو بازه‌های مختلف ساعت‌های هوشمند رو بهتون معرفی کنیم و یه جورای بهترین گزینه‌ها تو اون بازه قیمتی رو بیام یه بررسی کوچیک و مختصر داشته باشیم براتون تا شما یه راهنمای خرید خوب داشته باشید. تو این قسمت می‌خوام تا بازه تقریبا 1,000,000 تومان این کارو کنم. حالا شاید مثلا تا 1,100 هم شامل بشه. 4 تا ساعت انتخاب کردیم که می‌خوایم تو این بازه بررسی کنیم که به نظر خودمون بهترین ساعت‌ها و بهترین گزینه‌هایی هست که تو این بازه قیمتی می‌تونید خرید بکنید. اگر قصد خرید ساعت هوشمند دارید، فکر میکنم که این سری ویدیوها رو همه رو میتونید سریالی دنبال بکنید. این اولین قسمتش رو لایک و سیو یادتون نره و بریم سراغ ادامه ویدیو. اولین ساعتی که انتخاب کردم این میلاب W12 است، یه جورای زیر برند شیائومیه و شیائومی هم برند با کیفیتیه. طراحی این ساعت باعث شد که این ساعت جزو گزینه‌های خیلی خوب این بازه قیمتی باشه. بدنه آلومینیومی براق، 2 تا دکمه داره، کیفیت مناسبی هم داره بدنه و یه صفحه مشکی فلت که سایز صفحش 1/32، رزولوشن 360x360 که اینا رزولوشن خوب و مناسبیه و صفحه نمایش از نوع TFTه. میزان رنگ و نورش هم خیلی مناسبه، اصلا اذیتتون نمیکنه و مثل یه ساعت کاملا با کیفیت هستش. صفحه نمایش که روشن میشه شاید احساس کنید حاشیه زیاده، ولی تو حالت خاموش اصلا این حس بهتون دست نمیده و خیلی جذاب به نظر من رخ ساعت. بند سیلیکونی خیلی مناسبی نداره، کاش یکم بندش با کیفیت تر یا خوشگل تر بود تا جذابیت ظاهریشو کامل تر بکنه. میزان شارژدهی این ساعت تقریبا 14 روزه، IP68 داره، یعنی هم در مقابل گرد و غبار هم در مقابل رطوبت و آب مقاومت مناسبی داره و کاملا راحت میتونید همه جا ازش استفاده بکنید. از لحاظ رابطه کاربری باید بگم که روونه، وقتی کار میکنید باهاش منوهاش کامله، جای احساس نمیکنید که لگ داره، باگ داره یا اینکه مثلا خیلی کنده و حس خوبی میده وقتی که دارید باهاش کار میکنید. همه ویژگی ها هم داره، از نظر ویژگی سلامتی که تقریبا همه رو داره، ضربان قلب اینا رو که داره، سنسور اکسیژن خون هم که حالا یه جورای جدیدتر و نکته اضافی و مثبت باز داره و 13 حالت ورزشی داره واسه اینکه بتونه خوب و دقیق‌تر ترک بکنه فعالیت های ورزشی و سلامتی شما رو. و یه نکته مثبت دیگه‌ای هم که داره پشتیبانی از زبان فارسیه که این روزا خیلی واسه مردم مهمه و این پشتیبانی از زبان فارسی رو داره، خیلی خوبه، پیام فارسی راحت میاد، منو فارسی نمیشه، این دوتا رو با هم قاطی نکنید. ولی یادتون باشه که ایموجی ها همچنان داستان داره و ایموجی تو این ساعت هم باز خونده نمیشه و نمیتونه نمایشش بده. ساعت بعدی از برند کیسلت مدل الیازده که بازم زیر مجموعه شیائومیه. 4 تا ساعتی که تو این بازه قیمتی انتخاب کردیم همه از برند شیائومی بودن و این کیفیت این برند رو نشون میده. یه ساعت دخترونه خوشگل که طراحیش واقعا مناسب دختر خانم است و زنون است و طراحی جذابی داره. 2 تا مدل تو بازار هست، یعنی با 2 تا بند مختلف کلا میتونید تهیه بکنید. یکی بند سیلیکونیه که الان دارید میبینید، یه مدلش هم هست با یه بند فلزی، بند میلانز اگر بدونید چه بندیه، با اون بنده. این ساعت صورتی بدنه آلومینیومی داره، صفحه نمایشش 1/900، صفحه نمایش کوچیکی داره که البته بر دست خانوما که ضعیف‌تر هست فکر می‌کنم مناسب باشه. رزولوشنش 240x240، همینجا اختلافش با قبلی مشخصه و نکته‌ای که هست اینه که تو حالت خاموش هم حاشیه زیادش قابل تشخیصه و این تفاوت رنگی به نظر من اگر نبود حداقل تو این زمینه میتونست یکم باحال‌تر و جذاب‌تر باشه. صفحه گرده و یه دونه تک دکمه داره و بند سیلیکونیش به نظر من خوشگل و ظریف طراحی شده، کاملا به اون استایل دخترونش میاد و شارژدهیش هم تا ماکسیموم حالت 5 روزه که فکر کنم اینجا هم یکم ظریف‌تر هستش. گواهی IP68 داره و ضد آبه. وقتی با منو شروع میکنید به کار کردن حس میکنید که روونی قابل قبولی داره، کون نیست، باگ یا لگ عجیب غریبی نداره و راحت میتونید بین قسمت های مختلف و ویژگی هایی که توی ساعت هست کارا رو انجام بدید و فکر میکنم از نظر ظاهری هم برای دختر خانم ها جذاب باشه به خاطر اینکه یه تم صورتی خوشگل داره که یه جورایی نشون میده که این طراحی داخلیش هم حتی دخترانه است و به این طراحی بیرونیش کاملا میاد. 9 تا حالت ورزشی داره واسه اینکه ویژگی های سلام رو بر اون اساس سنجش بکنه و باید بهتون بگم که پشتیبانی از زبان فارسی داره، حروف فارسی رو تشخیص میده ولی ایموجی ها رو تشخیص نمیده و در رابطه با ویژگی سلامتی و سنسورهایی هم که تو این زمینه داره تقریبا کامل همه رو داره، سنسور اکسیژن خون هم داره و میتونه که کامل از این نظر نیازهای شما رو برآورده بکنه. سومین موردی که میخوام بهتون معرفی کنم تنها گزینه بین این 4 تا ساعت که نوع صفحه نمایشش اولده. با
وقتی صفحه نمایش اولد میشه غلظت رنگ توش زیادتر میشه، جذابیت رنگا، شکل نوردهی و میزان نوردهی بهتر و بیشتر میشه، خلاصه صفحه نمایش جذابتر و خوشگلتری داره. این ساعت اینطوریه، جنس بدن آلومینیوم هست، صفحه گرد، دکمش مثل بقیه ساعت‌ها نیست و یکم شکل متفاوت کشیده بیزی شکلی داره با یه بند سیلیکونی متوسط. سایز صفحه 1.3 اینچه، رزولوشنش هم 360x360 که رزولوشن قابل قبولی هست و میتونم بگم حاشیه متوسطی هم داره. این ساعت جعبش افتاد، حاشیه متوسطی داره و تقریبا یه دست رنگ صفحه نمایش با حاشیهش. بازم گواهی IP68 رو داره و ضد آب و از نظر شارژدهی تقریبا 8 روز زمانیه که میتونه باقی بمونه شارژش توش و حالا البته بستگی به استفاده داره و اینجا تقریبا متوسطه، رو به پایینه. بریم سراغ ویژگی‌های داخلیش. ویژگی سلامتش که کامل شبیه بقیه همه ویژگی‌ها رو دارن، سنسور مثلا ضربان قلب و اینا رو دارن، اکسیژن خونم باز داره، اینو جدا تاکید میکنم چون خیلی واسهتون مهم هستش. مسئله بعدی تعداد حالت‌های ورزشی که داره، این از بقیه بیشتر، حتی از اولی هم یکم بیشتر، 15 حالت ورزشی رو میتونه که داشته باشه و شما انتخاب کنید بین اینا و در نهایت اون پشتیبانی از زبان فارسی رو بازم داره و فقط ایموجی ها رو همچنان ندارن، یعنی همشون شبیه هم شدن، ایموجی ها رو ندارن، فارسی ها رو دارن. چهارم موردی که میخوام بهتون معرفی کنم ساعت پرفروشیه که به خاطر فکر میکنم شباهتش به اپل واچ این اتفاق افتاده، ولی من میخوام بگم شاید بهتره که تو دامش نیفتید. اسمش مایمون. مایمون یه ساعتیه که مربع شکل، بدنه آلومینیومی داره، حاشیهش متوازن نیست و به نظر من اینش خیلی بده. حاشیه پایینش بیشتر از بقیه جاشه، این سه طرف هم اندازن ولی قسمت پایینی نه. شکل دکمش مثل بقیه ساعت‌های معمولا شبیه اپل واچه و سعی کردن که این اون بزنن. یه بند سیلیکونی ساده، از نظر طراحی ایراد خاصی شاید نداشته باشه غیر از این قسمت حاشیه. ولی بریم داخل ساعت و جدا از زمان شارژش که تقریبا 10 روزه و حالا تو 2 ساعت و نیم مثلا شارژ میشه، فول شارژ میشه و ویژگی‌های مربوط به باتش هم متوسطه، میرسیم به قسمت منو و کار کردن با صفحه که خیلی مهمه. وقتی صفحه رو روشن میکنید و شروع میکنید که یه گشتی توی منو زدن با قسمت‌های مختلف کار کردن، نوتیفیکیشن خاموش روشن کردن، احساس میکنید این ساعت بیش از حد کنده، احساس میکنید که توی ورق زدن صفحات با مشکل مواجهید و یه جوری انگار یه لگ چند صدم ثانیه‌ای داره که ممکنه اذیتتون بکنه. به خاطر همین من ترجیح میدم که تو این قسمت نمره خیلی ضعیف رو بهش بدم و بگم پردازنده قابل قبولی نداره. نوع صفحه نمایشش TFT LCD که متوسط مثل بقیه است و در نهایت باید بهتون بگم که استاندارد 5 اتمسفر رو داره، ضد آب هست، حالت‌های ورزشیش هم مثل بقیه است تقریبا. ولی یه نکته دیگه هم هست که نقطه ضعف مهمیه و شاید واسه شماها خیلی مهم باشه، اون اینه که پشتیبانی از زبان فارسی رو نداره، یعنی نه تنها ایموجی ها رو ساپورت نمیکنه، پشتیبانی فارسی رو هم نداره و اینجا هم باز یه قدم کامل از بقیه ساعت هایی که الان بررسی کردیم عقب میفته. این دوتایی به بزرگ داشت ولی خب طراحیش میتونم بگم متفاوته و اونا که صفحه مربعی دوست دارن معمولا از اینجور ساعت ها خوششون میاد. تو جنبندی هیلاتلی باید بهتون بگم سعی کردم که ساعت‌ها رو انتخاب کنم که ویژگی‌های قابل قبولی داشته باشن و اون مشخصات فنیشون تو این بازه باعث بشه ارزش خرید خوبی داشته باشه. ولی حالا هر کدومم سعی کردم البته توش نقاط قوتش رو بگم، مثلا ضعفش رو اگه به نظر میرسه بگم. اگر اینو یک کم حذف بکنیم، این سه تا ارزش خرید خیلی خوبی دارن تو این بازه قیمتی، بر اساس اینکه حالا شارژ واسهتون مهم‌تر از شکل صفحه نمایش یا ظاهر یا هر چیز دیگه‌ای میتونید انتخاب بکنید و طبق سلیقه خودتون بخرید و فکر می‌کنم انتخاب خوبی هم باشه. این یکی با توجه به اینکه کار کردنه باهاش سخته، اگه بهتون پیشنهاد شد من توصیه نمی‌کنم. چون ببینید ظاهر یه چیزی که واسه آدم تکراری میشه ولی شما دائم قراره با این ساعت کار کنید، اونجاش باگ داره دیگه. به نظر من گزینه‌ای که بهتر حذف بشه، باز نظر شما مهمه. بهترین انتخابو تو رنج 1 تومن فکر می‌کنم بین این ساعت‌ها میتونید داشته باشید. این زیر واسه همون کامنت بذارید که انتخاب شما کدومه. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو دیدید و ما رو همراهی می‌کنید.